تحلیلگرانی تاجی قید میکنند که افزایش سطح قرض خارجی دولت تهدید جدی برای استقلالیت هر یک کشور به حساب می رود. سطح قرض خارجی در نزد چین و دیگر قرض دهندگان به شبه معمای جدی پتانسیلی می باشد، خصوصا برای کشوری با اقتصادی نسبتا خرد و با پتانسیل صادرات انکشاف نیافته و با گرفتن ارزی مبلغی مشغول می باشد. ابراز نمود متخصص در ساحه مکرو اقتصادی صابر قربانوف در محاسبه به هفتنامه اقتصادچی. اینچنین قربانوف آیدی نتیجه های احتمالی قرضهای خارجی آگاه نمود. من اقتصادچی هستم و نمی خواهم در نوهای سیاست حناتی نمایم، ولی در حالت دیفالت آید قرضها از آن جمله دو جانبه در نزد چین نمودهای گوناگون تجهیزاتی و خدمت رسانی به کار درآورده می شود، از آن جمله مبادله قرض به مالکیت. از دیگر جانب کشور را از منبعهای منفعتهای اقتصادی محروم می سازد. غیر از این قرض کلان ذخیره های بودجه را به دیگر جانب روانه می سازد، صرف نظر از آن که عین زمان 10-20% درآمد در تاجیکستان برای خدمت قرض خارجی صرف می شود. ابراز نمود او در جمهوری 71 لایحه مشترک سرمایه گذاری در یک جایگی با تشکیلات های یاد راست میکنیم که عین زمان در سنه 1 ژانویه سال جاری قرض خارجی دولتی تاجیکستان همگی 2 میلیارد 924 میلیون دلار را تشکیل داده که از آن 1.2 میلیارد دلار از آن بانک چینی اکسیم بانک به حساب می رود. باقی مانده دیگر باشد از آن تشکیلات های دیگری مالیوی، بانک آسیا، بانک جهانی و غیره می باشد. غیر از این طبق نقشه حکومت تاجیکستان در 3 سالی نزدیک نیت دارد باز 714 میلیون دلار قرضی فایزناک جلب نماید. باید قید نمود که قرضهای خارجی با فایز سودخوری در اسلام یکی از گناههای بزرگ می باشد. عیناً با راه قرضدهی عادتاً دولتهای ابرقدرت کشورهای مسلمانی را به مستملکه اقتصادی گرفتار میکنند. اینچنین در سال 2013 رژیم رحمان 1158 کیلومتری مربع زمین کشور را به چین بر عوض قرض پرداخت نموده بود. قابل قبول است چون که